سلام عزیزان، به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز مجددا با یه آموزش دیگه مهمون خونه شما شدم. امروز تصمیم دارم یه غذای بومی محلی استان مازندران آموزش بدم به شما دوستان که کاملا این غذا گیاهیه و فوق العاده لذیذه و تو تایم کم میتونین آماده کنین و این غذا چیزی نیست جز ملا قرمه. پس بریم بعد از معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. مواد اولیه من این مقدار که دارم میگم برای دو نفر دارم تهیه میکنم، شما بر حسب تعداد نفراتتون میتونید مقدار رو زیاد کنید. بادام جوس عدد که من مثل رولای قبل بادام جوس شستم، داخل آب نمک قرار دادم تا اون تلخیش گرفته بشه و داخل آبکش آب اضافهش کشیده بشه. گوجه میتونید 4 عدد متوسط یا 5 عدد کوچیک استفاده کنید. پیاز یه عدد متوسط. 2 حبه سیر که سیرم کاملا سلیقه‌ای، میتونید تعدادش رو زیاد کنید. تخم مرغ یه عدد، سبزی هم ترکیب از جعفری، گشنیز و نعنا که من سبزی ها رو شستم، کاملا آبش رو گرفتم و ریز خرد کردم که سبزی من اینجا حدود 2 قاشق سرپره، اینم کاملا سلیقه‌ای، شما میتونی اگر دوست داشتین مقدارش رو زیاد کنی. آبقوره، نمک، فلفل، زردچوبه و دارچین. ملا قرمه فوق العاده غذای آسونیه و میتونید خیلی تو زمان کم این غذا رو آماده کنید و نوشیجان کنید. ابتدایتن کار اینه که من میام بادام جونا رو خرد میکنم. بادام جونا رو حالت درشت، نه خیلی نگینی نه خیلی درشتی، چیز ما بین یه هوا از نگینی درشتن. من یه دونه آموزش بدم ببینید شما دوستان به چه شکل. البته من دیدم بعضی عزیزان این غذا رو با کدو هم درست کردن، ولی بیس اولیش همین بادمجونه. حالا اگه امکان داره بعضی ها زیاد بادمجون دوست ندارن، میتونن به جای بادمجون جایگزینش کدو کنن، منتها با بادمجون فوق العاده این غذا لذیذ میشه. در این حد ببینید، نه خیلی ریزه نه خیلی درشت. خب پس بعد از اینکه بادمجونا رو من به این شکل خرد کردم، اولین مرحله میرم داخل قابلمه پیازامون رو نگینی تفت میدم. خب ابتدا پیازا رو نگینی سرخ کردم، داخل روغن میریزم تا پیازامون سرخ بشن و مرحله به مرحله مواد دیگرم اضافه میکنم. حالا کمی من داخل دیگه مسی درست میکنم تا کاملا سنتی باشه، منتها توجه کنید داخل دیگه مسی غذا خیلی زود آماده شه، اگه پیاز داغ گذاشتیم غذا رو رها نکنیم بریم، برای اینکه داخل پیازامون کلا مواد داخل قابلمه‌ی مسی خیلی زود سرخ میشه و این خاطر تب بگیره. حالا یه فرصتی میدم تا پیازا تغییر رنگ بده و بعد از اون میام سیر رو اضافه میکنم. یه تفت 2 دقیقه میدم، بعد بادمجون رو یه مقدار کمتر 3-4 دقیقه تفت میدم، همتون مرحله به مرحله منتظر میشم تا پیازامو با مرحله ای که میخوام برسه. وقتی پیازا به این مرحله رسید، سیرم کاملا به این شکل نگینی خورد بکنیم و داخل پیازم میزیم. من 2 عدد سیر داشتم، یک شو قبلا آماده کردم. یه 2 دقیقه کافیه، بعد 2 دقیقه بادمجان رو اضافه میکنم. میدونید که غذاهای شمالی کلا سیر غذای شمالی خیلی استفاده میشه و خیلی اتروبی خوبی به غذاها میده. گذشته از اون سیر فوق‌العاده خاصیت داره. دقیقا 2 دقیقه وقتی اون او و عطر از سیر بلند شد، حالا بادمجان رو اضافه میکنم. توی این فاصله که بادمجان یه تفت 4-5 دقیقه بخوره، میرم گوجه ها رو پوستشون میگیرم و حالت نگینی گوجه ها رو
خرد میکنم مرحله و سبزی و گوجه ها رو اضافه میکنم و ادویه ها. مولا قرمه ما به این راحتی آماده میشه. گفتم فقط حواستون باشه که وقتی اگر از قابلمه یا دیگه مثل استفاده میکنید به غذاتون باشه، چون این قابلمه غذا تو حالت زود تعمیده. خب من اجازه میدم یه فرصت 4-5 دقیقه تا بادمجون هم یه تفتی با پیاز و سیرمون بخورم. خب حدودا 5 دقیقه هست که بادمجون هم بسیم یه تفتی کوچیک خورد، زردچوبه، نمک کمی چون بخورم قبلن، فلفل هم کمی. من معمولا فلفل حین پخ میریزم و زمانی که خب غذا رو خاموش کنم یه مرحله دیگه میریزم، به این دلیل که عطر و بوش بمونه داخل غذا. خب حالا سبزی هم اضافه میکنم، یه تفت دو دقیقه میدم. نعنا، جعفری، گشنیز سبزی معطری که خیلی خیلی مزه خوبی به هر غذایی که بزنید به اون غذا میدن. خب توی این فاصله من گوجه رو آماده میکنم. توی این فاصله دو دقیقه ببینید گوجه رو نمیخواد پوره کنیم، به همیشه ریز خورد کنیم. این غذا فوق العاده غذای خوشمزه ایه و فکر کنم گزینه خوب برای گیاهخواران عزیزمون باشه و تنوع خوبیه توی برنامه غذاییمون، چون ترکیبی از گوجه، بادمجون، سبزی معطر، همه سیفیجات خوشمزه است. خب ببینید دقیق هست، یعنی اصلا نیازی نیست که کوره بشه، او اولاده نگیم. خب تقریبا دو دقیقه میشه که من سبزی ریختم داخل قابلمه. گوجارم میزم داخل قابلمه. بعد از که گوجاری کنم کم زیره حرارت رو میبرم بالا، چون گوجه آب میندازه. تو مرحله به مرحله همه مواد کنم، من نمیتونم خیلی گوجه با این مواد کسی مواد ما شکل اولیش رو از دست بده. خب این عدیه چشم این غذا دارچینه، دارچینم میزم کامل از طریقه یکم رو زیاده، ولی خیلی عطر خوبی به غذا میده. خب بعد از که من چاشنیم دوستم از دیرم دوستم، حالا یه نصف لیوان آب میریزم و بعد از که به ریشاش حرارت کم میکنم و حالا بعد در حله آخر نیمسه قبل از اینکه خاموش کنم آبوره میریزم و اجازه میدم تا کاملا این غذامون، غذای محلی خوشمزمون غلیظ بشه. بعد از اینکه بخصوص خورشتمون که این غذا در واقع یه نوع خورشت محلیه به اون غلظت خاص برسه، یه تخم مرغ هم داخلش میزنم و برمیدارم. پس الان یه نصف لیوان بهش آب اضافه میکنم، نصف لیوان یه نصف استکان، چون که تقریبا مواد ها همشون پختن نیاز نیست. بعد از که جوشید بلافاصله میام آب بوره رو اضافه میکنم. خب دوستان بعد از اینکه این خورشت ملا قرمه ما به جوش اومد با آب، اون مقدار آب بوره که داشتیم، آب بوره هم گفتن مقدارش کاملا سلیقه، اگر ترش دوست دارین بیشتر، اگر نرمال دوست دارین همون مقداری که من گفتم. حالا کاملا زیر حرارت کم میکنیم، اجازه میدیم تا این خورشت ما کاملا به غلظت بیفته. بعد تخم مرغ رو میزنیم، خورشت ما آماده است برای سرو کردن. خورشت ما کاملا با اون غلظتی که میخوایم رسیده. حالا یه عدد تخم مرغ داشتیم، تخم مرغ هم اضافه میکنم. نیاز نیست تخم مرغ هم بزن، فقط داخل یه پیاله بریزیم که مطمئن بشیم که تخم مرغ تو سالمه. حالا در قابلمه رو مجددا میذارم حرارت کم تا تخم مرغ کاملا داخل این خورش بپزه و خودشو بگیره. خب همطور که توجه میکنین تخم مرغ ما کاملا خودش گرفته،
خورشت ما به اون غلظتی که میخوایم رسیده، زیر حرارت رو خاموش میکنیم. فوق العاده هم عطر و بوی خوبی از ترکیب دارچین و آبوره که فضا پیچیده. خب دوستان، آموزش امروز ملا قرمه من تموم شد. امیدوارم این غذای خوشمزه محلی رو طبق آموزش من درست کنید و کنار اعضای خانواده‌تون میل کنید. لطف کنید کانال آموزش آشپزی امریکتن به دوستانتون معرفی کنید تا یه برنامه بعد و یه آموزش دیگه به خدا میسپارم. خدا نگهدار.